بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم تلویزیونی نور، السلام علیکم و رحمت الله. باز هم با ادامه یک دیگری از برنامه های امت در خدمت شما هستیم و همونطوری که شما در جریان هستید، موضوعاتی از قبیل بیداری اسلامی، وحدت امت، عقیماندگی مسلمان ها و بالاخره راه بیرون رفت و راه حل این همه مشکلات در برنامه امت به بحث و گفتگو گرفته می شود و با ادامه همین موضوعات، موضوعی که امروز در این برنامه بحث و گفتگو میگیریم، موضوع مشکلات بر سر راه فعالیت، پیشرفت و ترقی جهان اسلام است که محترم دکتر عبدالباقی امینی، نویسنده، پژوهشگر، متخصص امور دینی و همچنان کارشناس مسائل جهان اسلام با ما هستند. اما پیش از اینکه برویم به بحث، گزارش مختصر پیرامون همین موضوع آماده نشر است که با هم یک جا میبینیم و همچنان با ادامه بحث باز هم با شما هستیم. همان گونه ای که بر همگان معلوم و هویدا است، انکشاف و پیشرفت در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی یکی از پایه‌های مهم تعالی و تکامل ملت‌ها و جوامع به حساب می‌آید و این امکان بسیار اندک خواهد بود که مسیر مشخص توسعه و انکشاف را در جامعه به خوبی تعیین و ترسیم کرد. زیرا در جوامعی که موانع و چالش ها فراراه رسیدن به توسعه وجود دارد، باید در قدم نخست برای از میان برداشتن چنین موانع اقدام جدی و عملی صورت گیرد و در غیر آن تمام بنیادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن ناپایدار خواهد بود. یکی از علل و عوامل مهم عدم توسعه و انکشاف و یا به عبارت دیگر بزرگترین مانع بر سر راه انکشاف و توسعه، عدم صلح و ثبات در جامعه است. در گذر زمانها از صلح و توسعه مفاهیم، معانی و برداشت‌های گوناگونی به دست داده شده است، چنانچه در اکثر فرهنگ‌ها صلح و توسعه همزاد و همگام و شریک یکدیگرند، یعنی که در هر کجایی که صلح و امنیت به صورت واقعی و حقیقی وجود داشته باشد، توسعه هم در عرصه‌های مختلف ظهور و بروز پیدا خواهد کرد و در صورت عدم وجود صلح و آرامش، توسعه و پیشرفت چیزی است دست نیافتنی. در جهان و شرایط کنونی، صلح و توسعه از لحاظ مفهوم و محتوا و هم به لحاظ واقعیت عینی و عملی با هم آمیخته و پیوند ناگسستنی یافتند. در این مفهوم صلح و توسعه شرایطی آرام، بی دغدغه و خالی از ترس، جدال، ستیز و بهبود وضعیت و شرایط زندگی اجتماعی مردم و جامعه است. تفکر صلح و توسعه هر دو یک اندیشه و آرمان بلند انسانی و جهانی است. صلح و توسعه یک اندیشه مجرد و مفهوم تکبودی و جامد نیست، بل می تواند بسته به دیدگاه دینی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی تعاریف متفاوتی داشته باشد. به همین ترتیب از جنبه های مختلفی می توان صلح در کنار توسعه را مطالعه کرد. توسعه یکی از مفاهیم اساسی در جامعه شناسی و تمامی علوم اجتماعی است که وجوه گوناگون آن را می توان از زوایای متفاوت بررسی کرد. توسعه همانند صلح یک مفهوم چند بعدی است و به عنوان پیشوند در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع به گونه توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی و حتی توسعه اندیشه و تفکر دینی به کار می رود. جهان اسلام و امت اسلامی در شرایط کنونی نسبت به هر وقت و زمان دیگر به ایجاد اندیشه و راهکار صلح و توسعه پایدار نیازمند است، چون دیده می شود که کشورهای اسلامی در بدترین شرایط اجتماعی و سیاسی از لحاظ عدم وجود صلح و امنیت و همچنان عقب ماندگی و توسعه نیافتگی قرار گرفته است. پس بنابر این ما چگونه می توانیم به صلح و توسعه پایدار در جهان دست یابیم و چه راه حل‌هایی برای پایان بخشیدن به وضعیت کنونی وجود دارد و از کجا باید آغاز کرد و با چه راهکار مناسب به صلح واقعی و توسعه می رسیم؟ ما در این برنامه به ابعاد و زوایای این مباحث می پردازیم. جناب دکتر صاحب، خوش آمدین به استیدیوی تلویزیونی نور. خوش هستم به برنامه امت شرکت میکنم. بخیر و سلامت باشین. و منطوره که گفتیم قبلا، موضوعی که میخوایم امروز با شما در مورد آن موضوع صحبتی داشته باشیم،
مشکلاتی هست که به عنوان یک سد بر سر راه پیشرفت و انکشاف جهان اسلام قرار گرفته. صحبت از اینجا آغاز میکنیم که به نظر شما مشکلاتی که بر راه ترقی و پیشرفت مسلمانان قرار گرفته چی هست؟ الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی رسول الامین. من هیچ مجموع میتونیم روی سه عامل صحبت کنیم که جهان اسلام و نگذاشته به طرف او مقاصد و اهدافی در حرکت بفته، چیزی را که الله بزرگ بر جامعه اسلامی وظیفه گذاشته. البته ما همه میفهمیم که الله بزرگ که امت اسلامی را به خاطر مکلفیت ها سپرده تا او را پیشتاز جامعه بشری بسازه و او توانمندی داشته باشه تا بتانه من حیث امت وسط که دیگران را راهنمایی بکنه قرار داشته باشه. دین مبارک اسلام همچنان انسان را مکلف کرده که دنیا را آباد بسازه، همچنان اسلام انسان را مکلف ساخته یا هم که از او امکانات و توانمندی هایی که چی هم بشری بوده باشه چی هم الله بزرگ در کائنات او را وعده نموده از او استفاده بکنه، استفاده درست بکنه به خاطر برداشتن ضرورت هایش و در این زمینه توانمندی هم داشته باشه که به سایر بشریت او را نقل بکنه یا هم از او استفاده بکنه. ما روی سه عاملی که میخوایم او را من حیث مشکلات اساسی در پیشرفت جهان اسلام بدانم، یکی هم استبداد میتونم از او نام بگیرم. بله، شما میفهمین که در وقت خلافت راشده مسلمان ها قیادت خیش را انتخاب میکردند و مسلمان ها با او همکاری میکردند در او توجهاتی که خلافت راشده داشت و اگر چیزی هم صورت میگرفت اونا میتونستن انتقاد بکنند. حتی خلفا خودشان مردم را تشویق میکردند که اگر ما در خدمت مردم نمیبوریم شما ما را به طرف خوبی ها تشویق میکنین یا هم ما را راست میکنین، مثل که در خطبه ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمده. بنان حکومت داری در وقت خلافت راشده روی این تمرکز داد که چطور منافع عامه را حفظ بکنه و او را رعایت بکنه و او را انکشاف و توسعه بده. اما بعد از خلافت راشده متاسفانه بر مسلمان ها استبداد به حکومت رسید و حق امت را دهی که او قیادت خیش را انتخاب بکنه مصادره کرد و در نتیجه او حکومت های در عالم اسلام با وجود آمد که تمرکز همه تلاش هایش خواسته های امو قدرت استبدادگرا بوده و ای که منافع امت در تمرکز یا منافع ملت ها در تمرکز تلاش هایش وجود داشته باشه ای غایب شد. بله، که در نتیجه منافع عمومی من حیث مجموع ضعیف شده میرفت تا ای که امت اسلامی بتانه از یا هم نتانه به او پیشرفتی که باید نائل شوه به او نائل شوه. بله دکتر شمیم، به ادامه صحبت شما پیش از اینکه اونجا برویم، یکی از عاملی که به عنوان مشکل گفتین که سد راه فعالیت یا پیشرفت مسلمان ها قرار گرفته در گذشته استبداد، از استبداد داخل شما نام بردین. حالا ما میپرسم که این استبداد چگونه به وجود میاد و منشه خود استبداد چی هست؟ استبداد را اگر معنا کنیم، بله، استبداد برای خود فیصله نمودن، در یک کار بدون از مشوره دیگر را تصرف نمودن. البته انسان خود او چیزایی که مالکش می باشه خودش تصرف میکنه بدون از اینکه با کسی مشوره بکنه، بدون از اینکه رأی دیگر را بگیره. مثلا من مالک چیزی که هستم، مالک قلم هستم، میتونم ایره به کسی هدیه بکنم، میتونم از این استفاده بکنم یا میتونم ایره در جیب خیش بگذارم. بلد. ولی در منفعت عام مردم، خلافت، در حکومت خلافت برای حفظ منافع عامه به میان آمده. بنان کسی که در جامعه او از امت وکالت میکنه در او توانمندی های امت چطور تصرف صورت بگیره. بنان در اینجا مثل که فقها میگویه که تصرف امام در منافع امت مربوط به منفعت امت است.
بینن در این مورد باید منافع امت را رعایت بکنه و در این مورد با نمایندگان مردم و با علما و اهل فکر مردم باید مشوره صورت بگیره تا همه تصرفات در شأن عامه در منافع عامه روی منافع عامه و رعایتش در راستای از قرار داشته باشه. خب این حکومت مثل که طوری که گفتیم در خلافت راشده به همین شکل وجود داشت، ولی بعد از او بعد از خلافت راشده این استبداد در یک فرد تمرکز یافت. مظاهر استبداد چی است؟ مظاهر استبداد این است که یکی حق امت را مصادره کنیم که او قیادت خشر خودش انتخاب کنه. بنان این حق از امت مصادره نمودن و به کسی این حق را ندادن که او قیادت خیش را انتخاب بکنه، این یکی از وسایلی است که استبداد را به میان می آوره، یا یکی از مظاهری است که استبداد سر از او به چوکی می نشینه. چیز دیگه که در مورد از مظاهر استبداد است یکی مردم نمیتونه از تصرفات خلیفه یا هم حاکم کنترل بکنه و او را با در موازات با منافع عامه قیاس بکنه و باز او را انتقاد بکنه و یا هم وسایلی را به میان بیاوره که با استفاده از او وسایل قیادت یا حکومت را کنترل بکنه و او را فشار وارد بکنه تا او در راستای منافع عامه در حرکت بفته. این مظهر دیگه استبداد است. خب ما چرا میگیم که استبداد سبب عقب ماندگی میشه؟ وقتی که اقلیتی حکومت، البته که همه امکانات کشور در دستی واست، چطور در دستی واست؟ این سوال هم شاید بمیان بیار. خب استبداد است که مسئولین را تعیین میکنه، حاکم است که مسئولین را تعیین میکنه و حاکم است که از اقلیت ها باید استفاده درست بکنه. بینن او کسانی را که توانمند میباشه و ملتزم و یا هم متعهد به منافع عامه می باشه، او را در جوار خیش قرار نمیده به خاطر که او باید به تصرفات و انتقاد میکنه. بینن کسانی را بر امور مسلمان ها انتخاب میکنه و یا هم او را تعیین میکنه که او همه کرده هایش درست بگویه و طبق اراده حاکم در حرکت بفتن، نه طبق منافع عامه. بله. خب جناب دکتر صاحب، این که شما گفتن استبداد به معنای خودکامگی یا خودرایی هست، در منافع عامه تسلط کامل داشتن و مردم را شریک نساختن هست، یکی از اضرارش بود که برای مردم هست، چون مردم بر منافع خودشان مسلط نیستن و در پهلوی ازی که مردم متضرر میشن دیگر پیامد استبداد چی هست در جامعه؟ ما یک مطلب هایی که مردم متضرر میشن در زندگی شخصیشان که زمینه رشد و انکشاف برای رسیدن برای او ضرورت هایی که انسان در زندگی خیش می داشته باشه یا هم تأمین یک زندگی آبرومندانه برای افراد، یک خویی مثل که خودش شما به او اشاره کردین، یک اثر استبداد. اثر استبداد دیگه که از ای که امت من هایی کل از او توانمندی ها و خودکفایی که باید به او رسیده باشه از او باز می فته، به خاطر که او پلان سازی برای یک جامعه مرفه، یک جامعه خودکفا، یک جامعه مستقل برای او پلانسازی غایب میشه به خاطر که تمرکز منافع عامه در اقلیت حاکم ضعیف میشه و منافع شخصی خود حاکم تمرکز میابه. بنابراین جامعه نمیتونه، این جامعه که در او استبداد حکومت داشته باشه، برای آینده استراتژیک و منافع بزرگ عمیقش پلان بسنجه و او ضرورت هایی که جامعه من حیث یک جامعه با عافیت باید داشته باشه، او پلان سنجی از عقلیت خلافت یا هم حکومت غایب میشه. بنان این من حیث کل سببی که میشه ای که جامعه دستاوردش کمبود میابه و جامعه در ضرورت هایش به جوامع دیگه احتیاج میابه و این جایی است که ما امو توازن تمدنی را جامعه‌ای که استبداد در او حاکم است در رابطه با جوامعی که در او استبداد حاکم است از دست میده. و از همین جاست که جوامع ما با این که ضرورت‌هایش نظر به عصرهای گذشته بهتر متوافر می باشه، ولی در موازات با تمدن‌های موازی در جوامع بشری که زندگی می کنیم در رابطه با او دستاورد ما بسیار کم بوده و حاجت‌هایی که جامعه ما یا به صورت اجتماعی به او ضرورت داریم یا هم به صورت فردی افراد داره او در جوامع ما متوافر نیست. بنا ما به دیگرها احتیاج هستیم، چی هم از لحاظ نظامی، چی هم از لحاظ رسانه ها، در همه ساعت، چی هم از لحاظ اداره، چی هم از لحاظ تراکم معرفی
و تحقیقات و ضرورت های جامعه در همه ساحات ما عقب میمانیم و این همون تفسیر عقب ماندگی است که ما یا هم تخیل. خب جناب دکتر شب، حالا استبداد فکر میکنم که از طرف حاکما صورت میگیره، چون حاکمان است که بالاخره اینا مستبد میشن و به استبداد رو میآورن. من میخواستم بپرسم که چگونه اینها به استبداد روی میآورن؟ یعنی زمینه سازی را بر اینها کی میکنه؟ قرآن کریم هم در این مورد به این مطلب اشاره میکنه که در ملت ها پذیرش استبداد به میان میاد و مردم هم در این گناه شریک هستند. یک مطلب را خوب باید بگیم که انسان خودش خودکامگی میخواد. هر انسان وقتی که تحت کنترل نبوده باشه او طغیان میکنه. بنابراین انسان خودش در نفسش غریزه تسلط وجود داره. بنابراین این باید کنترل شوه، این غریزه باید کنترل شوه، ولی مردم هم در این رول داره. اگر مردم استبداد را نپذیره و قوت مردمی روی بعضی از هیکل ها یا هم بعضی از چوکات ها تنظیم شوه تا بتونه فشارهای خیش را ایجاد بکنه، استبداد را میتونه کنترل بکنه. بنابراین هر دو طرفه این مسئله است. من یک مطلبی را که به شما عرض کنم، استبداده که در جوامع ما متمرکز ساخته، چیزی عوامل دیگه هم البته وجود داره که هم بعد از بمیان آمدن استعمار در حفظ و تداوم استبداد در کشورهای اسلامی رولی به سزایی داره و این به خاطر است که استبداد به خاطر اینکه عمر خیش را دراز کنه به چند وسیله او دست میبره. یک وسیله هم دین است که میخواهد دین را در خدمت خیش قرار بده تا به مردم تبلیغ بکنه که شما نباید در برابر حاکم استادگی بکنین و اطاعت حاکم به همه صورت ها واجب است. به این شکل به مردم تبلیغ میکنه و طوری تبلیغ میکنه که این سایه خداوند در زمین است و باید کاملا اطاعت صورت بگیره. یک وسیله است. وسیله دومی هم که استبداد از او استفاده میکنه او هم زور و پلیس و عسکر است که هر کسی بر سودش صدا بالا بکنه او را در موضوعاتش خفه بکنه. به همین خاطر است که در نظام های مستبد نظام های پلیس و امنیت و این مسائل بسیار قوی می بوده باشه و هر حرکتی را که در جامعه رخ میده پیش از اینکه او هسته از او جور شود چند نفر توسط اینا باید جلوگیری شود. باید جلوگیری شود. باید اونا استخباراتش به اندازه قوی بوده باشه که بدون بغیر از اینکه چند نفر دورش گرد آمده شود او حکومت بفهمه که مخالفت در کجا وجود داره و او را باید جست. یعنی در واقع فرصت را برای رعیت یا برای مردم نمیگذاره که تا اونها به سرنوش خودشان برسن. دکتر صاحب بسیار خوب است، میان برنامه کوتاه میگیریم و پس از او دوباره به ادامه بحث برمیگردیم. بنده های عزیز، پس از یک میان برنامه کوتاه باز هم با ادامه بحث با شما هستیم. دوباره به ادامه برنامه خوش آمدید. خب جناب دکتر صاحب، حالا که شما از استبداد به عنوان یک مشکل بر سر راه پیشرفت و انکشاف جهان اسلام اشاره کردین و راه بیرون رفت بالاخره از این چی هست؟ با کدام راهکارها انسانها یا امت میتونه که از استبداد نجات پیدا بکنند؟ ما خواهم صحبت این دوجه کمی ادامه بتین دکتر شیخ. ما مطلب این دوجه بود از چند وسایل که استبداد استفاده میکنه. یکی هم مال و پول، این مسائل است. در جواری ای که او از علما و از دین میخواد استفاده بکنه و میخواد از زور و پلیس استفاده بکنه، میخواد از زر یعنی از پول هم استفاده بکنه. بنان او مردم را تشویق و ترغیب میکنه و او کسانی را که در وفق اراده استبداد در حرکت نمیفته او را میخواهد از امتیازات محروم بسازه تا او بالاخره تحت فشار قرار بگیره و او به استبداد دوباره مراجعه کنه وفق اراده استبداد در حرکت بفته. ما یک مثال زندهشه که مثلا در مصر ما شما مشاهده میکنیم کودتای که از طرف ارتش مصر صورت گرفت. ما چیزی دیگه که استبداد به او تکیه کرده استعمار است. ما همی خواستم که صحبت استعمار، استبداد به خاطر که عمر خیش را دراز بکنه و همی پولی که مردم را به او بخره و همچنان پولیسی که مردم را به او بترسانه و همچنان علمای دین را که بتانه در خدمت خیش قرار بگیره، او به کمک استعمار ضرورت داشت
تا به این مسائل به تکنولوژی ها به این مسائل اونها را وسایل استخباراتی خوبی در دستشون قرار بده و اسلحه خفه کردن انقلاب ها و یا خیزش های مردم را بتانه در برابرشان او را خفه بکنه یا از بین ببره به استعمار تکیه داشت. و استعمار از خواستیش ای بوده، از خواستیش ای بوده. اصلا به میان آمدن استعمار هم هدفشان ای بوده که چطور بتانه از منافع که در کشورهای عقب مانده وجود داره او از این فرصت ها چطور به نفعش استفاده بکنن. بله. که یک هم مواد خام از چطور از این کشورها ببره و یک هم چطور بتانه برای چیزهای ساختی خیش صنعت خیش چطور بتانه بازار درست و کارهای در کشورهای عقب مانده داشته باشه. بنابراین استبداد یکی از وسائلی بود که استعمار میخواست وجود داشته باشه تا بتانه سیاستهای کشور تحت تسلط استبداد در خدمت استعمار قرار داشته باشه. یعنی در واقع استبداد زمینه را برای استعمار مساعد میکنه تا اینکه استعمار به اهداف خودش برسه. بله، یک احتیاج دو طرفه، احتیاج دو طرفه. استبداد به استعمار ضرورت داره به خاطر که چون پایه مردمی نداره بنان یعنی لازم و ملزوم یک دیگر است. به این خاطر ما استعمار هم مثل که از اول گفتیم یکی از عوامل عقب ماندگی مسلمان هاست که در اگر سر اون نام بگذاریم یک ازدواج نامیمون بین اونها و بین استبداد در کشورهای اسلامی وجود داشت، کشور عقب مانده من حیث مجموع. ما در رابطه با سوال شما که بیایم که ما راه بیرون رفت چطور خود را از استبداد بیرون کنیم، چطور خود را از استبداد بیرون کنیم، یک چیز خوبی است که ما اصلا فهم درست از دین فکر میکنیم یک راه بسیار ضروری است که دین چی مکلفیت ها را به دوش ما گذاشته. ما ای که حاکم را ما باید من حیث کسی که او بتانه منافع مردم را حمایت بکنه باید دور انتخاب بکنه. این مکلفیت ملت است. بنابراین مکلفیت ملت است تا کسی اونا را حکومت بکنه که او منافع مردم را حفظ و حمایت میکنه، او از دین حمایت میکنه و از منافع مردم حمایت میکنه. باید مردم این را بفهمند که یک مکلفیت است و بنابراین برای این باید از همه وسایل دست داشته استفاده بکنه. این شعور سیاسی یا این فهم سیاسی که در چوکات مکلفیت های دینی فهمیده شوه ای مردم را واخواهد داشت تا به این طرف، متدینین را واخواهد داشت تا به این طرف پیش برود. ما یک مرض بسیار بزرگی که در این رابطه در جهان اسلام وجود داره، متاسفانه پیام دینی ما به این اندازه نبوده تا به مردم این شعور سیاسی را به درست انتقال بدن. با تأسف باید بگویم این هم یکی از عوامل استبداد بوده که تدین را به مسئولیت های فردی سوق داد و مسئولیت های اجتماعی در ذهنیت ها و فهم مردم انکماش یافت یا هم به حاشیه گراییده شد. مردم هیچ وقت میگفت که این سیاست صحیح است که نباید با ما به او داخل ساعت سیاست یک ساحه چتل است و یک ساحه ناپاک است و مسلمان باید دور باشه. بعضی از قیادت های دینی این طور به مردم توجیه می رود در حالی که این طور نیست. مسئولیت ها و مکلفیت ها در ساحه سیاست از مکلفیت های کفایی و یا هم واجبات کفایی بوده که امت من حیث کل به او مکلف است. اگر در امت یک اراده سیاسی مسئول و متعهد به منافع مردم وجود نداشته باشه همه مردم گناهکار هستند، به خاطر که مستقیما بر زندگی مردم تأثیر میگذاره، مستقیما به اعلای کلمت الله تأثیر میگذاره، مستقیما به این تأثیر میگذاره که جامعه اسلامی را تحت تسلط غیر مسلمان ها قرار میده. و ما قرآن کریم در رابطه مکلفیتی هست الله بزرگ که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا. بنابراین وجود استبداد در کرسی حکومت مسلمان ها را ضعیف میکنه و مسلمان ها را در خدمت غیر مسلمان ها قرار میده، جامعه اسلامی را ذلیل میسازه و نمیتونه او مکلفیت های را برداره. بله خب دکتر صاحب، پیش از اینکه برویم به راهکار دومی که شما روی صحبت میکنین، حالا شما گفتین که مشکل بزرگی که هست مسلمان ها هنوز دین نشناختن یا نفهمیدن و اگر دین به طور کامل بفهمد بهترین راهی بیرون رفت از استبداد و مشکلات داخلی همی هست. همونطور که قرآن خودش ایره فرموده، چون قرآن همیشه به پیشرفت و ترقی امر میکنه و همچنین عزت از آن ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، عزت از آن خدا و پیامبرش و همچنین مسلمان ها معرفی کرده. حالا شما چه فکر میکنین در این عصر که ما در عصر تکنولوژی و پیشرفت زندگی میکنیم،
هنوز هم شما میگین که مسلمان ها دینشان را نشناختن، چگونه میشه که باید دین را بفهمن؟ دین فهمیدن خو راه امیس که ما به منابع شریعت مراجعه کنیم. بله. قرآن کریم است، سنت نبوی است، ولی به ابجدیات درست و شمولی. ما هم سابق هم عرض کردیم اگر تکرار مطلب نبوده باشه، یک سلسله عواملی بود که دین را منافع استبداد و استعمار را بیجاب میکرد که دین را از اون مفهوم شاملش دور بکنم. شما فعلا احداث مصر را میبینید و میگویند مردم مظاهره میکنند و میگویند که حکومت انتخابی نباید توسط انقلاب توسط کودتا سرنگون شود و میگویند که باید میثاق ملی را که به او تعهد کردیم او را باید وفا بکنیم. یک سلسله از علمای است، شما خودتان ما هم میبینیم اونا فتوا میتن که اینا باقی هستن. خوب بینن اونا استبداد میخواه تدین انعزالی، تدین جزئی را تقویت کنن. استعمار هم همچین چیز را میخواه. استعمار هم میخواه، مسلمان را میخواه با این کاری نداشته باشه که تو همه ثروت های ما را از کشور ما میدوزدی و او را به طرف خود میبری، سیاست های ما را در خدمت خود قرار میدی و در کشورهای ما فقر و بیسوادی و جنگ های داخلی را میافروزانی و با این کاری نداشته باشی. اتو تدین میخواه که ما حفظ قرآن کریم بکنیم، در مسجد برویم و اوجا اعتکاف هم بکنیم. میگه ای ما تو مسلمان باش، ای تو مسلمان نباش که تو در این کار در عرصه سیاست مداخله نکو، در عرصه جامعه اجتماع با اینا سر و کاری نداشته باشی. امی صحبت است که باز کسی که این طور را میاندشن اونا را میخواهند چی تو خفه بسازن، چی تو منابع فکریشان زیر فشار قرار بتن، منابع مالیشان زیر فشار قرار بتن، در جامعه او را تشویق بکنن، نامشان را بد بکنن، بگن که اینا افراطی هستن، اینا اصولی هستن. اصلا جنگ در دنیا به نظر من جنگ سری قدرت است و جنگ سری است که یک تعداد مردم میخواه مردمای دیگر استعباد بکنه، مردم دیگر برده بکنه. ما با جرأت میتونیم بگویم که کشورهای غربی میخواهند که کشورهای فقیر را برده بکنن. چطور برده؟ یعنی همیشه میشه که شما میفهمین که سید یا بادار میخواد تمرکزی حرکت غلام یا هم برده ای امو سیدش بوده باشه. بینن منافع که امروز امریکا یا هم غربی ها از منایت مجموع از او تعبیر میکنن که منافع ملی ما ایجاب میکنه که ما در این کشورها وجود داشته باشیم. منافع ملی اونا چیسته؟ ای که همه چیزهایی که ما داریم ای باید در خدمت اونا بوده باشه، سیاست های ما که داریم این سیاست ها در خدمت اونا باشه. مثل که سید یا بادار میخواه که منافع خودش تمرکز همه حرکت های برده ها بوده باشه. بینن امروز همه قوت ها اوتو میخواهند که مسلمان ها را برده خیش بکنند، اونا از امکاناتش استفاده نکنند، اونا از عقل و تدبیری که دارن استفاده نکنند، اینا همه در خدمت دیگرها قرار داشته باشه. ما به این نظر استم که امروز جنگ یا هم جنجال همه سر ازی مسئله است و ای امو وسط استبداد استعمار که تشکیل میده همین چیز. خب جناب دکتر شبالا که برنامه استعمار و استبداد باعث یک ماندگی مسلمان ها میشه و از طرف دیگر هم عدم شناخت کامل از دین باعث یک ماندگی مسلمان ها شده، خب برنامه اسلام و قرآن برای زندگی یا برای پیشرفت دنیوی بالاخره برای مسلمان ها چی هست؟ ما خو غیر از صحبت دیگه دیر مورد نداریم که ما راه حل اسلام است. بله. رجوع به اسلام، ولی به اسلام با فهم درست، با فهم شمولی، با این فهمی که اسلام یک مجموعه، تنها مجموعه عبادت ها نیست که تنها رو در نماز خلاصه کنیم یا در روزه خلاصه بکنیم، تنها از رابطه الله با پروردگار نیست، یا این فهم هم درست نیست که ما بگیم که اسلام تنها از آخرت صحبت میکنه و با دنیا کاری نداره. با فهم شمولیش که اسلام یک سلسله ارزش های
مهمی داره که سلوک فرد را تنظیم میکنه، همچنان ارزش های مهمی داره و هدایت مهمی داره که انسان را به مسئولیت های اجتماعی متوجه میکنه. ما اگر به مسئولیت های اجتماعی متوجه شویم که او زنده که من حیث مجموع مسئولیت ها و مکلفیت های اجتماعی است که او هم از ضرورت های فردی انسان باید به میان بیاید و همچنان ضرورت های یک جامعه مرفه باید به میان بیاید، نهایتی یک مکلفیت شرعی که باید به او طرف تلاش بکنیم، فکر میکنم این راهی است که ما میتونیم از این مشکلات بیرون شویم. ما یک چیز بسیار مهمی را که ما در مورد استبداد میگم، او هم موجودیت، البته همه در چوکات شریعت است، موجودیت جامعه مدنی مسئول. ما فکر میکنم در عصر حاضر یک تأثیر بسیار مهمی داره که سیاست های جامعه در رابطه در راستای منافع جامعه باید به میان بفته، به خاطر که سیاست های جامعه اگر در راستای حفظ منافع جامعه به کار نفته امو عقب ماندگی به میان میاد، ولی افراد نمیتونند که این تغییرات را به صورت درست بیاره تا هم با هم دست نده، تا هم کیان های نسازند که جامعه مدنی یکی از این اسالیبی است که مردم در او یک به دیگر دست میتن و در او از خود قوت میسازند و بالاخره میتونند فشار ایجاد بکنند و میتونند کسایی که سیاست های عمومی را به طرف بیراه میبرند او را تحت کنترل قرار بدن یا او را به طرف خوبی ها و طرف منافع عامه توجیه بکنند. بسیار تشکر جناب دکتر شهاب از اینکه فرصت خود در اختیار ما گذاشتین. من تشکر میکنم که فرصت را برای ما دادین تا در خدمت بینندگان محترم برنامه امت بوده باشیم. بسیار تشکر از شما. بله بیننده های عزیز، گفتگوی ما در همین جا به پایان رسید. موضوعی که در به عنوان محور در گفتگوی ما بود، موضوع مشکلات بر سر راه ترقی و پیشرفت جامعه اسلامی که بالاخره به اثر بحث هایی که در این گفتگو صورت گرفت، دو چیز یا دو عامل عمده یا دو پدیده که عبارت از استعمار خارجی و استبداد داخلی هست، به عنوان صد بر سر راه فعالیت و انکشاف جامعه اسلامی بود و چگونه میتونیم که ما از این مشکلات بیرون رویم. همونطور که جناب استاد هم فرمودن، بالاخره اسلام راه حل هست و فهم دین، یعنی آگاهی کامل از دین، این میتونه که ما را از این مشکلات نجات بده و ما به پیشرفت هایمان دست پیدا بکنیم. گفتگوی ما در همین جا به پایان رسیده، اما بخش های دیگر برنامه هم پس از یک میان برنامه کوتاه باز هم ما با شما هستیم و اون بخش ها هم به نشر میرسه. همچنان با ما باشید. باز هم به ادامه برنامه خوش آمدید. در این قسمت برنامه معرفی یک دیگری از چهره های تاثیرگذار در تاریخ اسلام آماده نشر است که با هم یک جا میبینیم. معرفی مختصر یک دیگری از قهرمانان عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم. نام، نسب و کنیه: طلحه ابن عبیدالله ابن عثمان ابن عمرو ابن کعب ابن سعد، کنیه ایشان ابو محمد بود. القابشان طلحه الخیر در روز احد نامیده شدند، طلحه الفیاض در غزوه ذوالعشیره نامیده شدند. در برخی روایت آمده که ایشان چاهی را در ناحیه اسکوه خرید و مردم را نیز نان داد. آنگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای طلحه، تو فیاض هستی. طلحه الوجود در حنین نامیده شدند. اسلام آوردن ایشان. ایشان خود میگوید: در بازار بودم، ناگاه راهبی از صومعه خود بانگ برداشت و گفت: بپرسید که آیا کسی از اهل مکه میان این مردم هست؟ من گفتم: بله، من اهل مکه‌ام. گفت: آیا احمد ظهور کرده است؟ گفتم: احمد کیست؟ گفت: پسر عبدالله، که این ماه ماهی است که او باید ظهور کند. او خاتم پیامبران هست، در حرم مکه ظهور می کند و به منطقه‌ای که دارای نخلستان و زمین های آتش فشانی و خار و خاشاک است هجرت می کند و بر تو باد که در ایمان آوردن به او سبقت بگیری. حضرت طلحه رضی الله عنه می گوید: سخنی که او گفت در دل من جای گرفت و از شتابان بیرون آمدم و خود را به مکه رساندم و گفتم: آیا خبر تازه رخ داده است؟ گفتند: بله، محمد ابن عبدالله همین مدعی پیامبری شده و پسر ابو قحافه هم از او پیروی کرده است. گوید: نزد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رفتم و پرسیدم: آیا از این مرد پیروی کرده؟ گفت: آری. تو هم پیش او برو و از او پیروی کن که به سوی حق فرا می خواند.
حضرت طلحه رضی الله عنه آنچه راهب گفته بود برای حضرت ابوبکر رضی الله عنه نقل کرد و حضرت ابوبکر رضی الله عنه حضرت طلحه رضی الله عنه را به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم برد و طلحه رضی الله عنه مسلمان شد و آنچه راهب برای ایشان گفته بود برای ایشان بیان کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم از این موضوع خوشحال شد. ایشان یکی از 8 نفر اولی است که مسلمان شدند و نیز یکی از 5 نفری است که به دست حضرت ابوبکر رضی الله عنه مسلمان شدند. هجرت به مدینه. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام هجرت به مدینه از منطقه خرار حرکت نمودند، فردای آن روز حضرت طلحه رضی الله عنه که از شام با کاروانی برمیگشت، آن حضرت صلی الله علیه و سلم را ملاقات کرد و به پیامبر صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر رضی الله عنه از لباس‌های شام پوشان و گفت: مسلمانانی که در مدینه هستند برای آمدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سخت منتظرند. این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم شتابان بر راه خود ادامه داد و حضرت طلحه رضی الله عنه به مکه آمد و کارهای خود را انجام داد و با خانواده حضرت ابوبکر رضی الله عنه به مدینه حرکت کرد و ایشان را با خود به مدینه برد. پیمان برادری. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میان حضرت طلحه رضی الله عنه و حضرت سعید بن زید رضی الله عنه عقد برادری بست. مأموریت در جنگ بدر. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم زمان بیرون آمدن، کاروان قریش را در جنگ بدر تخمین زد. حضرت طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه و حضرت سعید بن زید رضی الله عنه را پیش از آن که از مدینه بیرون بیاید روانه فرمود تا اخبار مربوط به کاروان را به دست آورند و آن دو 10 شب پیش از حرکت پیامبر صلی الله علیه و سلم بیرون آمدند و خود را به منطقه حورا رساندند و همانجا ماندند تا کاروان قریش از آنجا گذشت و اتفاقا پیش از بازگشت حضرت طلحه رضی الله عنه و حضرت سعید رضی الله عنه بر کاروان به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید و اصحاب خود را فرا خواند و به قصد کاروان بیرون آمدند. کاروان هم از ترس راه ساحلی را پیش گرفت و شتابان گریخت و از شب و روز در حرکت بود. از آن سو حضرت طلحه رضی الله عنه و حضرت سعید رضی الله عنه برای اینکه خود را به مدینه برسانند و خبر را گزارش دهند حرکت کردند و از حرکت پیامبر صلی الله علیه و سلم از مدینه خبر نداشتند. آنان همان روزی به مدینه رسیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم با قریش رویارو شده بودند. آن دو از مدینه بیرون آمدند تا خود را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم برسانند و در منطقه توربان به آن حضرت صلی الله علیه و سلم برخورد کردند که از بدر مراجعت می‌فرمود. حضرت طلحه رضی الله عنه و حضرت سعید رضی الله عنه در جنگ بدر حضور نداشتند، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم سهم آن دو را از خنایم پرداخت و از همین جهت مانند شرکت کنندگان در بدر بودند. جانفشانی در جنگ احد. حضرت طلحه رضی الله عنه در جنگ احد همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و از کسانی بود که به هنگام فرار مردم پایداری کرد و با آن حضرت صلی الله علیه و سلم تا پای جان و مرگ بیعت کرد. در این جنگ از مهاجران و انصار بجز 12 نفر کسی دیگری باقی نماند و یکی از این 12 نفر حضرت طلحه رضی الله عنه بود. مالک بن زهیر در این جنگ به پیامبر صلی الله علیه و سلم تیر انداخت و حضرت طلحه رضی الله عنه دست خود را سپر قرار داد و تیر مالک به انگشت او برخورد کرد و آن را از بین برد. در آن روز بر سر حضرت طلحه رضی الله عنه 2 چوب محکم نیز زدند. یک بار در حالی که به یکی از کفار حمله کرد و بار دیگر هنگامی که برمیگشت و از سرش خون می‌ریخت. امامتشان. ایشان برای قوم نماز داد. هنگامی که برگشت گفت: من فراموش نمودم که قبل از امامت با شما مشورت کنم. آیا از نمازم راضی شدید؟ گفتند: بله. ای ناصر و حواری رسول خدا صلی الله علیه و سلم، چه کسی بدش می آید؟ گفت: من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودن هرگاه مرد قومی را در حال امامت کند که آنان وی را بد بدانند، نمازش از گوشهایش تجاوز نمی کند. سخاوت و انفاق ایشان. ایشان از حضرت عثمان رضی الله عنه 50,000 درهم قرض گرفته بودند. روزی حضرت عثمان رضی الله عنه داشتن به طرف مسجد می رفتن، در راه با او ملاقات کرد. ایشان عرض کردند: در حال حاضر نزد من مقدار پول هست، من می خواهم قرض شما را ادا کنم. حضرت عثمان رضی الله عنه فرمودند: آن را به شما بخشیدم، چون خرچ مردمی زیادی بر عهده شماست.
روسانشینی نزد حضرت طلحه رضی الله عنه آمد و خیشاوند خود را وسیله قرار داد و چیزی طلب کرد. حضرت طلحه رضی الله عنه فرمود: تا امروز کسی به واسطه خیشاوندی از من سوال نکرده است. من زمینی دارم که حضرت عثمان رضی الله عنه میخواهد آن را بخرد. قیمت آن را 300,000 درهم تعیین کردند. اگر دلت میخواهد همان زمین را به تو میدهم و اگر پول نقد بخواهی پس من آن را به حضرت عثمان رضی الله عنه فروخته و قیمت آن را به تو میدهم. روایت حدیث ایشان از پیامبر صلی الله علیه و سلم، حضرت ابوبکر رضی الله عنه و حضرت عمر رضی الله عنه حدیث روایت نموده است. شهادت ایشان در جنگ جمل با روایت های مختلف آمده است که تیری به ایشان اصابت نمود و در سال 36 هجری شهید شد. ایشان هنگام شهادت 62 یا 64 سال سن داشت. حضرت علی رضی الله عنه به فرزند ایشان فرمودند: امیدوارم خداوند من و پدرت را از آنان قرار دهد که می‌فرمایند برادرانند و بر تخت های رویاروی هم نشستند. و این هم رویدادهای مهم جهان اسلام است که تقدیم شما می شود. روزنامه معروف ABC اسپانیا در پایگاه اینترنتی خود انتخاب نام محمد را که برگرفته از نام پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است، رایج ترین و فراوان ترین نام در جهان خواند. این روزنامه نوشت در جهان 150 میلیون نفر نام محمد و مشتقات این نام را با خود دارند. نام کشورهای پاکستان، هند و بنگلادش در صدر کشورهایی است که نام محمد را دارند. اما این نام در ترکیه محمد، در بوسنی میهو، در صحرای افریقا محمدو و در ایران و افغانستان محمد خوانده می شود و همه این نام ها مشتق از نام محمد صلی الله علیه و سلم است. ABC ادامه داد: نام محمد در کشورهای غیر اسلامی مهاجرپذیر نیز بسیار فراوان است. مثلا در انگلیس این نام در ردیف ششمین نام برتر کشور است. در فرانسه برای بسیاری از نوزادان نام محمد انتخاب می شود. در اسپانیا نیز این نام فراوان است و به طور کلی نام محمد در میان مسلمانان نقاط مختلف جهان رواج گسترده‌ای دارد. دو نماینده زن عضو حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه پس از بازگشت از مراسم حج اعلام کردند از این پس با حجاب اسلامی در جلسات پارلمان شرکت خواهند کرد. شبکه خبری CNN ترک در خبری اعلام کرد. گلای سامنجی نماینده شهر قونیه و نورجان دالبوداک نماینده شهر دینیزلی در پارلمان ترکیه که به تازگی از سفر حج برگشتند گفتند از این پس با حجاب اسلامی در جلسات پارلمان شرکت خواهند کرد. بر اساس قوانین سکولار ترکیه در 90 سال گذشته حضور بانوان با حجاب اسلامی در اماکن دولتی نقض اصول نظام شناخته می شد. اما این نمایندگان زن معتقدند لغو قانون منع حجاب که اخیراً در بسته اصلاحی از سوی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ارائه شده است، راه را برای حضور آنان با حجاب اسلامی در جلسات پارلمان باز می کند. گفتنی است اولین و آخرین تجربه حضور یک زن محجبه در جلسات پارلمان ترکیه به ماجرای حضور مروه کاوکچی نماینده عضو حزب منحل رفاه در پارلمان در سال 1999 باز می گردد که با هو کردن و مخالفت نمایندگان دیگر احزاب لایک مجبور به ترک جلسه پارلمان شد. از این دو نماینده زن، خانم گلای سامانجی یک زن محجبه است که بیرون از جلسات پارلمان حجاب اسلامی دارد، اما به دلیل منع حضور در پارلمان با حجاب اسلامی در جلسات پارلمان کشف حجاب میکرد. اما خانم نورجان دالبوداک به دلیل تشرف به حج تمتع میخواهد از این پس حجاب اسلامی خود را رعایت کند. و ای سال گذشته نیز پس از بازگشت از سفر حج به حضور با روسری در جلسات پارلمان ابراز تمایل کرد اما نیت خود را عملی نکرد. اما این بار دالبوداک که جوانترین نماینده پارلمان ترکیه است اعلام کرده است در نخستین حضور خود در جلسه پارلمان در 31 اکتبر با حجاب اسلامی حضور خواهد یافت. کربوزداغ معاون نخست وزیر ترکیه گفت در آیین نامه داخلی مجلس ترکیه چنین ماده‌ای وجود ندارد و نمایندگان زن می توانند با روسری و یا بدون روسری وارد مجلس ترکیه شوند. و ای گفت چنین ممنوعیتی در آیین نامه داخلی مجلس ترکیه وجود ندارد. این ممنوعیت در برخی اذهان وجود دارد. سخنان معاون نخست وزیر ترکیه در حال مطرح شده با تازگی اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در پی تغییر آیین نامه مجلس ملی این کشور به منظور لغو ممنوعیت حجاب زن در مجلس ترکیه است.
گفتگوی ملی میان حزب حاکم اسلامی تونس و مخالفان دولت برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور روز جمعه هفته گذشته آغاز شد. حسین العباسی دبیر کل اتحادیه کل مشاغل تونس و میانجی اصلی میان دولت و مخالفان در جلسه آغاز گفتگوی ملی که پشت درهای بسته آغاز شد گفت امروز روز بسیار مهمی در تاریخ تونس است و دنیا در انتظار تصمیمات حساس ما و امیدوار به پیروزی ماست و امروز ما موفق شدیم اولین جلسه گفتگو را برگزار کنیم و امیدواریم به نتایج خوبی برای حل بحران داخلی کشور برسیم. هدف اصلی از گفتگوی ملی میان دولت و مخالفان که تاکنون چند بار به تعویق افتاده است تشکیل دولت مستقل ظرف 3 هفته، تدوین قانون اساسی جدید کشور ظرف 1 ماه و مقدمه چینی برای برگزاری انتخابات است تا از این طریق بحران سیاسی شدید در تونس که از اواخر جون و با ترور محمد البراهیمی از نمایندگان مخالف پارلمان آغاز شده است به پایان برسد. بر این اساس 3 کمیته تشکیل کمیسیون عالی مستقل انتخابات و روند تدوین قانون اساسی و روند تشکیل دولتی فنسالار را بررسی می کنند. استاد راشد الغنوشی رئیس حزب النهضه، احمد نجیب الشابی رهبر حزب جمهوری خواه تونس، الطیب البکوش دبیر کل حزب ندای تونس و زیاد الاخضر نماینده جبهه مردمی از جمله شرکت کنندگان در نخستین نشست گفتگوی ملی تونس بودند. 21 حزب تونسی که در پارلمان نماینده دارند و طرح گفتگوی ملی را به امضا رساندند در این گفتگوها شرکت کردند. استاد راشد الغنوشی رئیس النهضه تونس نیز اعلام کرد گفتگوی ملی برای حل بحران سیاسی داخلی کشور که از امروز آغاز شده است ظرف چند ماه آینده پایان خواهد رسید و با برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در کشور انقلاب سال 2011 مردم تونس به اهداف اصلی خود خواهد رسید و تونس اولین کشور دموکراتیک در جهان عرب خواهد بود. قضات دادگاه رژیم کودتایی مصر که قرار بود رهبران جنبش اخوان المسلمین در مصر را محاکمه کند با اعلام دشواری این روند از پست خود کناره گیری کردند. این اقدام باعث شد تا محاکمه 35 چهره برجسته اخوان المسلمین از جمله دکتر محمد بدی رهبر عمومی و معاونانش از آغاز پایان یابد. محمد القرموطی قاضی دادگاه به همراه 3 قاضی دادگاه کیفری قاهره قبل از آغاز جلسه دوم محاکمه کناره گیری خود را اعلام کردند. یک مقام این دادگاه که نخواست نامش فاش شود گفت این قضات هیچ دلیل ارائه نداده و تنها گفتند که احساس ناراحتی می کنند. مصطفی عطیه وکیل مدافع دکتر محمد بدی گفت قضات به دلیل فشار بیش از حد مقامهای امنیتی برای محاکمه در داخل زندان تره این تصمیم را گرفتند. وی گفت قضات نپذیرفتند و فشارها ادامه داشت. این محاکمه نیست بلکه یک اقدام نمایشی است. محمد الدماتی سخنگوی رسانه‌ای کمیته دفاع از محمد المرسی رئیس جمهور مصر اعلام کرد که مرسی در جلسه دادگاه محاکمه‌اش که قرار است در روزهای عقرب برگزار شود حضور نخواهد یافت. وی همچنین اعلام کرد مرسی تا کنون محاکمه خود را به رسمیت نشناخته است. سخنگوی رسانه‌ای کمیته دفاع از مرسی در گفتگو با رسانه‌ها افزود اگر مرسی برای خود وکیل انتخاب کند به این معناست که او محاکمه خود را به رسمیت شناخته است، اما تا کنون وی هیچ درخواستی مبنی بر گرفتن وکیل نداشته است. وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه ادامه حمایتش از فلسطین را اعلان کرد. با گزارش منبع اینترنتی روزنامه ملیت چاپ ترکیه، وزارت امور خارجه ترکیه با اشاره به مشکلاتی که در غزه در زمینه تأمین مواد سوخت و ملزومات صحی وجود دارد تصریح کرد. ترکیه همه امکانات خود را برای تأمین ضروریات فوری غزه به راه انداخته است. وزارت امور خارجه ترکیه اعلان کرد در چارچوب درخواست کمک پناهندگان فلسطینی سازمان ملل برای ارسال کمک‌های غذایی از ماه نوامبر 10,000 تن آرد به غزه ارسال خواهد کرد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلان کرد ترکیه مصمم است در همه زمینه‌ها به حمایت از مردم فلسطین که علاوه بر موضوع اشغال سرزمینشان با محدودیت‌های فراوان مواجهند ادامه دهد. بیننده های عزیز، داشته های برنامه امت در همین جا به پایان رسید. سپاسگزار هستیم از همراهی هر یک شما تا این لحظه. تا برنامه بعد که باز هم ما و همکارانم در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز بسپاریم. خدا حافظ.
تهیه شده در تلویزیون نور.